نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ششم و هفتم ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با کیفیت علم امام معصوم فرمودند: روایات در رابطه با علم امام مختلف است، اما آن گونه که جماعتی برداشت کرده اند و من هم خودم برداشتم از این نوع روایات همین است که علم امام حضوری و در همه جا می باشد، لذا هر روایتی که خلاف این ظاهر باشد باید آن را تأویل کرد. ایشان در ادامه فرمودند: معصومین علیهم السلام همه چیز را می دانند، فقط در روایت یک جا استثناء شده، آنجا که در آیه 39 سوره رعد می فرماید خدا هرچه را خواهد از احکام یا حوادث عالم محو و هرچه را خواهد اثبات می کند و اصل کتاب آفرینش نزد اوست. لذا ممکن است که خدای عزوجل در برخی موارد که نام آن بدا گفته شده چیزی را تغییری بدهد و انجام آن را به زمان جلوتر یا عقبتر بیندازد. معظم الله همچنین تأکید فرمودند خدای عزوجل همه چیز را در اختیار 14 معصوم علیهم السلام قرار داده است، اما آنچه در اختیار ایشان قرار داده است متعلق به خودشان نیست، بلکه متعلق به خدای متعال است. بنابراین خدای عزوجل هرچه دارد متعلق به خودش است و این فرق بین معصومین و خدای متعال است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. همین بدا یعنی ظاهره. آخه بدا لله، برای خدا ظاهره، درسته؟ آخه ایشون خون زیارت و بدا لله بیچنه کما، بدا لله رو معنا کنید. میدونم یعنی همین خدا معین نکرده، یعنی اظهار نکرده، بعد اظهار کرد. همین رو من عرض کردم. خود شما هم دارید میگید اظهار نکرده، همون نه اینکه نمیدونسته، آخه همون اظهار. لهذا عرض کنم بدا به معنی ابداع، یعنی اظهار.